سلام و عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان. مانی حاتمی هستم به همراه خانم لیلیت. در یک روز دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. سعی میکنیم اطلاعات خوبی رو در مورد موضوع قرنطینه، بدهی‌های مالی و روزگاری که بسیار هم خوش نیست در اختیارتون قرار بدیم و هر سری فرش سعی میکنیم یکی از تیکه‌های اخباری که در فاکس نیوز، سی ان ان یا شبکه‌های خبری خیلی معروف هست رو جدا بکنیم، دوبله بکنیم و در این برنامه تقدیم شما عزیزان بکنیم. من هم سلام میکنم خدمت شما دوستای عزیز توی خونه. امیدوارم امروز هم پر انرژی و با روحیه گذشته باشه. ما هدفمون این هست که در واقع شما رو آگاه بکنیم از اخباری که توی این روزا داره سریع منتشر میشه و میخواییم که اگر چیزی هست که شما نیاز داشته باشین به استفاده از اون در اختیار شما بگذاریم و بتونین این که این شرایط رو راحت تر سپری بکنین. این ویدئویی که براتون پخش میکنیم یک کوچولو قدیمیه، یعنی مثلا مال یه هفته ده روز پیشه، ولی اینقدر ویدئوی خوبی بود که نتونستیم جلوی خودمون رو بگیریم و این ویدئو رو دوبله نکنیم. این رو براتون آماده کردیم، نگاه کنید، در خدمت شما عزیزان خواهیم. آیا امشب شروع یک نقطه عطف غم‌انگیز برای آمریکا خواهد بود؟ تعطیلات مموریال دی تبدیل به یک نقطه عطف خاص شده. نزدیک به 100 هزار نفر تا الان فقط در آمریکا به خاطر ویروس کرونا جونشون از دست دادن. بیشتر از 97 هزار مرگ در آمریکا تا همین الان. آمار مبتلایان به ویروس کرونا حداقل در 8 ایالت به حالت بحران رسیده، مثل آلاباما، آرکانساس و کارولینا. پایان امروز رئیس جمهور ترامپ به خاطر ویروس کرونا ممنوعیت سفر جدیدی برای افراد غیر آمریکایی که از برزیل سفر میکنن و وضع کرد. برزیل بعد از آمریکا بیشترین آمار مبتلایان رو داره. نیویورک تایمز در صفحه اولش اسامی 1000 نفر، یعنی 1% از جانباختگان از این ویروس رو چاپ کرده. تصاویر استارلینگ جمعیت زیادی رو در پول پارتی‌های نشون میده که در دریاچه اوزارک میسوری برگزار شدن. مردم بدون ماسک و بدون رعایت فاصله اجتماعی هستند. تصاویر سواحل هم در آخر هفته نشون میده که پلیس سعی میکنه که مردم رو از هم دور کنه. آمریکایی‌های خسته از قرنطینه، تعطیلات آخر هفته یه روز یادبود رو در اطراف ساحل و قایق‌هاشون به سر میبرن، بدون در نظر گرفتن توصیه رعایت فاصله اجتماعی که کارشناسان بهداشتی اعلام کرده بودن. در این پول پارتی‌ها در دریاچه اوزارک در میزوری تعداد خیلی کمی از مردم ماسک دارن. خوشحالم که به مردم اجازه داده شده که بیان بیرون. یکم ترسناکه، احتمالاً وقتی آمار مبتلایان این هفته بیاد بیرون متوجه میشیم. در شهر ساحلی مریلند هم تجمع هزاران نفر در اطراف ساحل رو میبینیم. خیلی شلوغه. بیرون خیلی قشنگه، خوش میگذره، همه دارن خوش میگذرونن. تصاویر هوایی از فلوریدا تجمع مردم رو در خیابون‌ها نشون میده. دو نفر از ساندروف دارن پول به بیرون پرت میکنن. پلیس این صحنه رو نوعی دعوت به مبارزه میدونه. اینو رفتار غیر قابل قبوله و ما نمیخوایم مردم به این شهر بیان و شهر ما رو مختل کنن. و در بیرون این پارک آبی صف‌های گسترده و طولانی از مردم هست که جمع شدن که منتظر ورود هستن. من الان خیلی ترسیدم. همونطور که میبینید هیچ کسی فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت نکرده. در حال حاضر حداقل در 8 ایالت کشور شاهد افزایش آمار مبتلایان هستیم. فرماندار آرکانساس اعلام کرده که پول پارتی‌های دبیرستانی منجر به تشدید موج دوم بیماری شدند. اون اضافه کرده که باید در ایالت‌هایی که بازگشایی شدند مدیریت ریسک داشته باشیم. ما نمی‌خوایم که در خونه‌هامون حبس بشیم. این مغایر با روح آمریکایی‌هاست. وزارت بهداشت میزوری اعلام کرد که دو آرایشگر با علایم بیماری کووید 19 به سر کار برگشتن و حالا نتیجهشون مثبت شده و احتمال داره که 140 مشتریشون به ویروس مبتلا شده باشن. من میخوام با شما صادق باشم، ما نمیتونیم تعداد بیشتری از اینا رو داشته باشیم. امروز رئیس جمهور ترامپ برای دومین روز پیاپی در زمین گلف توپ زد و بار دیگر گفت که آمریکا باید بازگشایی بشه. ما کار درست رو انجام دادیم و اکنون هم با بازگشایی داریم کار درست رو انجام میدیم. رئیس جمهور قول داده که کشور حتی در صورت وجود موج دوم هم دوباره قفل نخواهد شد. اما دکتر دبورا برک میگه که ممکنه دوباره لازم باشه که کشور مجدداً تعطیل شه. ما در تلاش برای درک این موضوع هستیم که در دوره بیرون اومدن از این تعطیلات چطوری میتونیم بازگشایی و سلامت رو با هم مدیریت کنیم. و من فکر میکنم این چیزی که ما قراره توی ماه می و جون و جولای متوجه بشیم. و حالا که به دلیل بازگشایی تعداد زیادی از آمریکایی‌ها بیرون میاد، سناتور مکداون بر اهمیت پوشیدن ماسک و ارجح بودن امنیت عمومی بر سیاست تاکید کرد. مهم نیست که شما لیبرال هستید یا محافظه‌کار، دموکراتید یا جمهوری‌خواه، شما ماسک می‌پوشید نه تنها برای حفاظت از خودتون، بلکه برای محافظت از بقیه. و نگاهی کنیم به کازینوهای لاس وگاس که 4 جون باز میشن، اما تجارت دیگه مثل قبل نیست. کازینوها برای رعایت اصول فاصله گذاری اجتماعی تاس‌ها و ماشین‌های اسلات و دستگاه‌های برد زدن کارت رو ضدعفونی کردن. هتل‌ها، زمین‌های بازی، غذا و نوشیدنی‌ها ضدعفونی میشن و کلی ضدعفونی کننده دست خواهیم داشت.
خب لاس وگاس دوباره شروع به کار میکنه، سواحل جرسی باز میشن و اطراف ساحل دوباره شلوغ میشه. من میخوام برگردم به خبری که ابتدای برنامه اعلام کردم، ممنوعیت سفر جدیدی که به تازگی از طرف کاخ سفید اعلام شده. درسته، دولت ترامپ اعلام کرده که ورود هر غیر آمریکایی که قصد داره از برزیل که الان یکی از نقاط مهم گرفتار ویروس کرونا است به آمریکا رو ممنوع کنه. برزیل الان بعد از آمریکا دومین کشور با بیشترین مبتلا به ویروس کرونا است. برزیل هم به چین و اروپا در لیست ممنوعیت مسافرت پیوست. بله، همینطور که تو این ویدیو هم دیدین، اوضاع احوال خوب نیست و خیلی از مشکلاتی که اخیراً در حال به وجود اومدن هست به خاطر خسته شدن مردم است. قرنطینه است، قرنطینه یه ماه، دو ماه، سه ماه امکان پذیره، ولی برای همیشه نمیشه. خب خیلی از افراد خسته میشن بیرون میاد، خیلی از افراد به خاطر در واقع درآمد بیرون میان، چون میدونن دیگه اصلا سیوینگشون یا شرط حاضرشون جوابگوی هزینه هاشون نیست و خیلی هم بدیهی بودش که امکان پذیر نیستش که مردم رو برای یک مدت زمان بسیار بسیار طولانی بخوام طبق یک مقررات سختی در واقع مجبورشون بکنیم که مثلا از خونه بیرون نیان یا این قرنطینه ادامه پیدا کنه. خب به هر ترتیب همه هزینه دارن و خیلی از افراد ترجیح میدن که حتی خودشونو به خطر بزنن و بتونن در واقع هزینه های زندگیشون رو تامین بکنن، با اینکه همه میدونن حفظ نکردن اون فاصله اجتماعی باعث میشه که جونشون و جون خودشون و دیگران به خطر بیفته و قطعا باید قوانین رو رعایت کرد چون برای سلامتی خودمون تعیین شده. خب خانم لیلیت، چه خبر اوضاع احوال؟ و یه چیزی که این روزا خیلی در موردش موضوع داغه اینه که این داستان‌ها و مشکلات یک پارچه به همدیگه تبدیل میشن، دیگه مرحله بعدش باید بریم با قولش بجنگیم، چون خیلی اوضاع احوال بد شده. حالا قرنطینه یک طرف، الان هم این آشوبا و در واقع این شلوغی‌هایی که اتفاق افتاده باعث شده که دوباره کسب و کارها دوچار مشکل بشن، وقت به سری از افراد نتونن دوباره شروع به کار کردن بکنن. خب سوالی که بیشتر توی این روزه های آتمی پرسیده میشه و من دقت کردم، الان دیگه همه خسته شدن، سوال میکنن از من، میگن خانم لیلیت فکر میکنین که بانک ها راهی پیدا میکنن این اینترست ها رو کم بکنن، یا تا کی میخواد ادامه پیدا بکنه این شرایط، ما چیکار باید بکنیم، چه تصمیم بگیریم؟ خیلی ها میترسن واقعا دیگه از ماه جون به بعد کسی نمیدونه که اوضاع چجوری خواهد شد، چون ماه جون به ما وقت داده بودن. بله. الان دیگه وقتشه که پیمنت ها رو شروع بکنیم به پی کردن. میپرسن پس اینترست ها چی میشه، الان چیکار باید کرد؟ و این سوال مطمئنم تو ذهن خیلی از شما به وجود اومده. ما سعی میکنیم یه سری مسائل رو برای شما بیشتر باز بکنیم توی این برنامه. یه متا که جلوتر بریم، الان قیمت پراپرتی در بسیاری از شهرهای بزرگ پایین اومده، مثلا ظرف همین مدت زمان نزدیک به 1% سقوط داشته، دوباره ظرف یک هفته گذشته به همین ترتیب. و چیزی که به نظر میرسه اینه که ظرف این مدت زمانی که همینجوری در طی میشه و جلو میره، قیمت پراپرتی پایین میاد. پایین اومدن قیمت پراپرتی به چند تا دونه موضوع بستگی داره. قسمت اول اینه که خیلی از افراد هستن به خاطر عدم تواناییشون در پرداخت پیمنتاشون دارن پراپرتیشون از دست میدن و در واقع داره پراپرتی توی مارکت زیاد میشه و اینقدر خریدار هم براش وجود نداره. از طرفی افراد تو این شرایط به هیچ وجه ترجیح نمیدن که جابجا بشن، حتی اگه اینکه تصور هم بکنیم که مشکلی به لحاظ اقتصادی وجود نداره، در دورانی که قرنطینه است و در واقع مردم نمیتونن از خونه بیرون بیان و خیلی از موارد دیگر دارن لحاظ میکنن، با اینکه باید همیشه این موقع های سال یکی از پر در واقع کسب و کارترین بیزینس ها بیزینس های خرید و فروش ملک بود، وقتی به سامر میرسیدیم اینا شروع میکردن در واقع به سری از افراد، چون خب بچه هاشون مدرسه هاشون تموم میشد یا در واقع تصمیم میگرفتن تو اون مدت زمان جابجا بشن. امسال این اتفاق نیفتاده و همین باعث شده که در واقع خرید و فروش ملک کم بشه و در نهایت پراپرتی ارزون بشه. از طرف دیگه خیلی از افراد به خاطر پایین اومدن اینترست هایی که بابت پراپرتی وجود داره شاید مثلا تمایل به خریدن خونه داشته باشن، اون افراد هم دست نگه داشتن به خاطر اینکه
قیمت ریتا همینجوری در حال پایین اومدن و پراپرتی ها در حال پایین اومدن، نگرانن که بیان کار رو انجام بدن که دوباره 6 ماه دیگه بگن ای بابا کاش ما این کار رو نمی کردیم، میذاشیم زیر دیرتر. در صورت حتی کسب و کارهای بزرگی که به وابسته به پراپرتی هست، پراپرتی هم هستش، اینا هم کساد شدن، مثلا ریلیتورا یا مثلا مورگیج آفیسرا یا کسی که تو کار ریفایننس بودن و بسیاری از مشاغل مرتبط. میخوام بگم این اوضاع احوال فقط مربوط به مثلا بیزینس های معمولی نیست. خیلی از بیزینس وقتی این هر چقدر یه زمان طولانی تر میشه این مشکلات به لایه های بالاتر میرسه. خیلی از بیزینس هایی که تصور نمی کنیم دوچار مشکل بشن میبینیم که میشن و اگر اوضاع احوال همینجوری تا چند ماه آینده ادامه پیدا بکنه خیلی اخبار نگران کننده تری رو هم خواهیم شنید و دور از ذهن نیستش که در واقع خیلی از بیزنس های بزرگ هم دچار مشکل بشن. خب پس همچنان ما باید واقع بینانه به این داستان نگاه بکنیم و بخواهیم دنبال راه چاره‌ای باشیم برای اوضاع احوال خودمون. پس اولین شرط این هست که ما بتونیم شرط خودمون رو بسنجیم، با توجه به آسیب‌هایی که توی این شرایط دیدیم بتونیم واقع بینانه به یه تصمیم درست برسیم. ما سعی می‌کنیم توی برنامه‌هامون به شما کمک بکنیم. پس بیشتر تخصص ما همونطوری که بارها هم گفتیم و این دفعه هم بهتون میگیم، ما تخصص ما در واقع کم کردن بدهی‌های کردیت کارت‌های شما هست. کادر مجرب ما همیشه در اختیار شما که بتونه سوالات شما رو جوابگو باشه. اگر توی این چند ماه اخیر دچار بحران بدهی‌ها شدین و فکر میکنین که تا 6 ماه آینده هم هنوز این شرایط براتون باقی میمونه و امکان این وجود داره که از عهده پی کردن بدهی کردیت کارتاتون بر نیاین، با ما تماس بگیرین، بذارین ما شرایطتون رو بسنجیم، تعداد کردیت کارت ها، شرایط بدهیاتون رو آنالیز بکنیم و به شما بگیم که بهترین راه حل چی هست. بهتره که این زمان رو شما در نظر بگیرین که نباید از دست بره و هرچه زودتر بتونین یه راه حل پیدا بکنین شرایط بر شما بهتر خواهد بود و کارهای شما راحت‌تر و سریع‌تر پیش خواهد رفت. آیا موجودی تمام کردیت کارت های خود را مصرف کرده اید؟ آیا فقط در حال پرداخت مینیموم پیمنت هستید؟ آیا قادر به پرداخت بدهی های کردیت کارت و وام های خود نیستید؟ تا حالا فکر کردید که با پرداخت مینیموم پیمنت چند سال طول می کشه تا تمام بدهی های خودتون رو پرداخت کنید؟ دیگه نگران پرداخت بدهی های خود نباشید، چرا که راه حل پیش ماست. بله، زمانو از دست ندید و همین حالا با شماره تلفن 818-2,000,000 تماس بگیرید. مانی حاتمی و تیم زنیت همراه شماست تا بهترین راه را برای کاهش بدهی های مالی در اختیار شما قرار بدن، تا دیگه نیازی نباشه حتی به اعلام ورشکستگی و یا گرفتن وام های بیشتر فکر کنید. تجربه کمک به هزاران نفر در سراسر آمریکا به ما کمک میکنه که بهترین و جدیدترین روش های کاهش بدهی ها رو در اختیار شما قرار بدیم. شرکت زنیت اولین شرکت دارای بورس تخصصی مشاوره کردیت در جامعه ایرانی بوده و امکان مشاوره رایگان رو با زبان فارسی و انگلیسی برای شما فراهم میآورد. قبل از پرداخت قسط بعدی کردیت کارت های خود با ما تماس بگیرید. راه حل های بهتری در انتظار شماست تا مجبور به پرداخت هزاران دلار بهره بانکی نباشید. هرچه سریعتر با ما با شماره 818-2,000,000 تماس بگیرید و برای همیشه با بدهی های کردیت کارت های خود خداحافظی کنید. خب دوستان عزیز، همراه شما هستیم. مانی حاتمی هستم به همراه خانم لیلی در بخش دیگه برنامه که تقدیمی از شرکت زنیت هست. این روزها بسیاری به خاطر ریفایننس در واقع سعی میکنن شرایطشون رو به نحوی تغییر بدن که بتونن کوالیفای بشن و خونه‌هایی که دارن رو بتونن هزینه ماهیانه‌شون رو کم بکنن. پس اگر کسی ماهی 2500 دلار پیمنت ماهیانه خونه میده، با ریفایننسش بتونه مثلا یه بخشی از این هزینه رو کم بکنه و بشه 2100 دلار. بسیاری دیگه به خاطر گرفتن یک مبلغ اضافی از اکویتی خونه‌شون سراغ ریفایننس میرن، چون با
کم شدن درآمد سعی میکنن یه بخشی از دوا پولی که توی خونه هست رو بیرون بکشن و این رو استفاده کنن مثلا برای هزینه زندگیشون. ولی دلیل هر چی که باشه، بازار اکویفکس این روزها، بازار ریفایننس این روزها خیلی در واقع داغ‌تر داره میشه. هرچند که میگم ریتا باز در حال پایین اومدنه، نه بالا رفتن، خیلی هم دست نگه داشتن. ولی چیزی که خیلی مهم هست اینه که شرکت‌هایی که در واقع وام دهندن یا بانک‌ها این روزا بسیار سختگیرتر شدن نسبت به گذشته. یعنی شاید همین 6 ماه گذشته اگه یه فردی می‌خواست یه خونه ریفایننس کنه، یه پروسس خیلی سریع داشت. الان بانک‌ها نگران‌ترن از این بابت که میگن اگه اینکه خونه ریفایننس بشه، شاید اون فرد یک ماه دیگه کارش از دست بده. شاید این فرد سلف امپلوید هست و مثلا دچار مشکل بشه. شاید اتفاقی بیفته که در واقع این اتفاق خوبی نباشه و در نهایت اون فرد قادر به پرداختن پیمنت‌های خونه‌اش نباشه. قسمت نگران کننده دیگه که وجود داره در مورد این قضیه این هستش که افرادی که برای این کار اقدام میکنن معمولاً خب یه سریشون سلف امپلوید هستن و اومدن یه شرط سختگیرانه ای رو گذاشتن برای افرادی که سلف امپلوید هستن. در نهایت تمام اینا دست به دست هم داده تا شرایط سخت‌تر بشه و بسیار از افراد با ما تماس میگیرن و در مورد این موضوع صحبت میکنن که مثلا من کوالیفای نشدم به خاطر اینکه اینکامم کافی نبود، من کوالیفای نشدم به خاطر اینکه داکیومنت هایی رو میخواستن که نتونستم ارائه بدم، یا کوالیفای نشدم به خاطر کریدیت اسکورم. در هر صورت موضوع اینجاست که ما پیشنهاد میکنیم هر راهی که ممکنه برای اینکه هزینه های زندگیتون کم بشه حتما اون رو در نظر بگیرید. اما در مورد ریفایننس کردن، درسته که این خیلی هزینه های شما رو کم میکنه، ولی موضوع اینجاست که رابطه مستقیم با کریدیت اسکور شما هم داره. پس در نظر بگیرید که اگه اسکور شما اسکور فوق العاده ای نباشه، با اینکه یک هزینه بسیار زیادی رو باید ریفایننس کردن خونتون پرداخت میکنید، ولی در نهایت اونجوری که باید سیف نخواهید کرد. پیشنهاد میکنم بهتون اگر برای ریفایننس کردن میخواین اقدام بکنید، قبل از اینکه اصلا سراغ کسی برید وقت بخواین کاری بکنید، حتما کریدیت اسکورتون چک کنید خودتون. ببینید چه وضعیتی داره، اسکورتون چقدره، شرایط روی کریدیتتون به چه صورته و خیالتون راحت باشه که همه چی درسته و بعد برای ریفایننس کردن اقدام بکنید. اگر هم نمیدونید چطور بر ریپورتتون رو بگیرین، از کجا بگیرین، آیا گرفتن این ریپورت باعث نشه که دوباره یه هارد اینکوایری روی ریپورتتون بیاد اسکورتون کم بشه، خب میتونید از ما کمک بگیرید. یکی از سرویسایی که ما داریم برای ایمپروو کردن کریدیت اسکور افرادی که میخوان مثلا برای ریفایننس کردن اقدام بکنن یا خریدن خونه، با ما تماس میگیرن، ریپورتشون رو براشون چک میکنیم، آنالیز میکنیم، ریپورتشون رو براشون ایمیل میکنیم و بهتر از همه اینکه کردیت این افراد رو ران هم نمی کنیم. و این خب خیلی خوب هستش برای اینکه دیگه کسی نگرانی نداره که من کریدیت اسکورم پایین بیاد و اینکه اگر که به مثلا پروسس رو شروع بکنه موردی باشه بعد از ران کردن کریدیتش سورپرایز نشه، بتونه قبل از انجام تمام پروسس پیشگیری بکنه اگر موردی هم وجود داشته باشه. چون دقیقا این اتفاق افتاد، یکی از کلاینت های من تصادفی فکر میکرد خیلی کریدیتش خوبه ولی متاسفانه یه دونه کالکشن AT&T US روی ریپورتش در واقع پاپ اپ کرد که مجبور شدیم براش یه دوره خیلی کوتاه پوست آف کریدیت و کریدیت ریپر بذاریم و مشکل حل بکنیم و ایشون هم تونستن به راحتی خونه رو ریفایننس بکنن و کارشون انجام بشه. پس قبل از اینکه اقدامی بکنین با ما تماس بگیرین تا بتونیم با خیال راحت به ریفایننستون برسیم و کارتون انجام بشه. آیا موجودی تمام کریدیت کارت‌های خود را مصرف کرده اید؟ آیا فقط در حال پرداخت مینیمم پیمنت هستید؟ آیا قادر به پرداخت بدهی‌های کریدیت کارت و وام‌های خود نیستید؟ تا حالا فکر کردید که با پرداخت مینیمم پیمنت چند سال طول می‌کشه تا تمام بدهی‌های خودتون رو پرداخت کنید؟ دیگه نگران پرداخت بدهی‌های خود نباشید، چرا که راه حل پیش ماست. بله، زمان رو از دست ندید و همین حالا با شماره تلفن 818-2,000,000 تماس بگیرید. مانی حاتمی و تیم زنیت همراه شماست تا بهترین راه را برای کاهش بدهی های مالی در اختیار شما قرار بدن. تا دیگه نیازی نباشه حتی به اعلام ورشکستگی و یا گرفتن وام های بیشتر فکر کنید. تجربه کمک به هزاران نفر در سراسر آمریکا به ما کمک میکنه که بهترین و جدیدترین روش های کاهش بدهی ها رو در اختیار شما قرار بدیم.
شرکت زنیت اولین شرکت دارای بورس تخصصی مشاوره کردیت در جامعه ایرانی بوده و امکان مشاوره رایگانو با زبان فارسی و انگلیسی برای شما فراهم می‌آورد. قبل از پرداخت قسط بعدی کردیت کارت‌های خود با ما تماس بگیرید. راه حل‌های بهتری در انتظار شماست تا مجبور به پرداخت هزاران دلار بهره بانکی نباشید. هرچه سریع‌تر با ما با شماره 818-2,000,000 تماس بگیرید و برای همیشه با بدهی‌های کردیت کارت‌های خود خداحافظی کنید. خب دوستان، همراه شما هستیم با برنامه تقدیمی از شرکت زنیت. مجموعه ما، مجموعه زنیت، یک مجموعه متشکل از ایرانی ها و آمریکایی بسیار موفقه که دور همدیگه جمع شدیم برای که بتونیم مشکلات مالی و کردیتی افراد رو حل بکنیم. بسیاری از افرادی که از کانادا یا آمریکا با ما تماس میگیرن، از هر جای آمریکا که هستن با ما تماس میگیرن، خیلی از این افراد فقط نیاز به دونستن چند تا نکته دارن و واقعا نیاز به سرویس خاصی ندارن که ما وقت بخوایم براشون کاری انجام بدیم. خیلی از مواقع دانش یا اطلاعاتی که به شما کمک بکنه بتونید به راحتی در واقع مشکلاتتون رو حل بکنید کافیه. یعنی فقط باید بدونید به بانک چی بگید، باید بدونید به کالکشن ایجنسی چی بگید و چطور رفتار بکنید. یه نکته که وجود داره همیشه در مورد موضوع کردیت اینه که اگر یک فرد کردیت اسکورش 820 هست، این به این خاطر نیستش که اون فرد پیمنتاشو همیشه به موقع داده. این به خاطر این نیستش که اون فرد بدهی نداره. این به خاطر این نیستش که اون فرد لیت پیمنت نداره. این به خاطر این هستش که اون فرد دانش و اطلاعات کاملی در مورد نحوه عملکرد سیستم کردیتی داره و همین باعث شده که بتونه به کردیت اسکور مثلا 820 برسه. پس اگر شما اطلاعاتتون و دانشتون رو در مورد موضوع کردیت افزایش بدین، خودتون همه کاره خودتون هستین و همیشه میتونید مشکلاتتون رو حل بکنید. برای سوال کردن میتونید با ما تماس بگیرید، از ما کمک بگیرید. ولی یه راه دومی رو هم من در اختیارتون قرار میدم. ما یه کتابی آماده کردیم به اسم کتاب هر آنچه در مورد کردیت باید بدانید. این کتاب 400 صفحه‌ای که کتاب فوق‌العاده کاملی هست و تنها مرجع و تنها کتاب فارسی در آمریکا و کانادا هست، این اطلاعات بسیار بسیار خوب و کاملی رو به زبان فارسی آماده شده و در اختیار افراد قرار گرفته. قیمت خیلی ناچیزی هم داره، در حد مثلا فکر کنم $30 اگر اشتباه نکنم، و آنلاین میتونید بخرید، این کتاب پست بشه و بخونید. یک بار برای همیشه میگن قضیه قالش رو بکنید. آره، بدونید هر چی که باید در مورد کردیت بدونید و بدونید و تمام بشه. برای گرفتن لینک این کتاب کافیه کلمه بوک رو BOOK کلمه بوک رو به شما تلفنی که زیر تصویر میبینید تکست مسیج بکنید. بوک رو تکست بکنید به 818-2,000,000، لینک این کتاب برای شما ارسال میشه و چه در آمریکا باشید و چه در کانادا میتونید از این کتاب استفاده کنید و لذت داشتن یک کردیت اسکور خوب رو برای خودتون، خانوادتون و دوستانتون فراهم بکنید. ممنون که وقت گذاشتید و این برنامه رو نگاه کردید. روزتون بخیر. روز بخیر، خدا نگهدار. آیا بد کردیت هستید؟ سودهای بانکی امان شما را بریده است؟ پایین بودن کردیت اسکور میتواند مشکل اصلی شما باشد. مانی حاتمی از اولین کارشناسان متخصص ایرانی در انجمن تخصصی مشاوران آمریکا، راهگشای مشکلات کردیتی شما. برای افزایش کردیت اسکور، اولین گام حذف اکانت‌های منفی و نادرست از کردیت است و این تخصص ماست. تیم مانی حاتمی به دلیل ارتباط مستقیم با کردیت بیروها و کردیتورها قادر به حذف قانونی اکانت‌های منفی کردیت شما هستند تا با افزایش کردیت بتوانید به هر آنچه نیاز دارید دست پیدا کنید. ماشین جدید، یک خانه جدید و حتی یک شغل جدید. همین حالا برای حل مشکلات کردیتی با متخصصین فارسی زبان شرکت زنیت با شماره تلفن 818-2,000,000 تماس بگیرید تا با مشاوره رایگان بهترین راه حل ها برای افزایش کردیت اسکور و کاهش بدهی های مالی در اختیار شما گذاشته شود.
من مانی حاتمی به همراه تیمم به شما کمک میکنیم که مشکلات کردیتی رو حل بکنیم. تجربه حل و فصل مشکلات هزاران نفر در سراسر ایالات متحده، حل مشکلات کردیتی مانند اکانت های چارجا، دیر پرداخت ها و کالکشن ها همراه با دقت و سرعت دلیل اولین بودن من در جامعه ایرانی است. زمان را از دست ندهید. همین حالا برای حل مشکلات کردیتی خود با ما با شماره تلفن آسان 818-2000 تماس بگیرید. کردیت تلی از راه قانون 818-2000.